الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه نجوم الاهتداء اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القران العظيم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون صدق الله العظيم خدمت همه بینندگان عزیز و شنوندگان عزیز خواهر و برادر السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات خوشبختانه باز هم در سلسله درس های آنچه که هر مسلمان باید بداند قرار داریم به موضوعی بسیار مهمی که می خدمت شما عزیزان تقدیم بکنیم به یکی از جمله قضایای مهمی که هر مسلمان باید بداند قضیه تقدیر هست باز هم در قضیه تقدیر قرار داریم. مستشرقین به این نظر هستند که علت عقب ماندگی مسلمان ها سه چیز هست اگر حقیقت را قبول بکنید و نگاهی عمیقی در این نظریه مستشرقین بیندازید احتمالا حرفشان دروغ نباشد زود قضاوت نکنید ببینید در ادامه برنامه در این مورد چی میگوییم مستشرقین میگویند علت عقب ماندگی مسلمان ها سه چیز هست یک یک واژه دارند به نام تقدیر دو واژه دارند به نام قناعت سه واژه دارند به نام توکل یعنی مسلمان ها از این سواجه استفاده می کنند با آن لحاظ پیشرفت ترقی ندارند به همین خاطر است بیایید ببینید و حقیقت که استفاده ما از این سواجه چیست بسیار از ما مسلمان ها متاسفانه تلاش نمی کنن. از وقت خود استفاده نمی کنن, کار نمی کنن. زحمت نمی کشن. یا بدون در نظر گرفتن عقل و اندیش و فکر بعض اعمال را انجام میدهند. یا گناه و معصیت و جرم جنایت می کنن و باز میگویند تقدیر ما همین است یا به واقعیت همین است معنای تقدیر یک دوم یک انسان یک عمر الله تبارک و تعالی برایش عنایت فرموده 60 سال عمر کرده یا هفتاد سال عمر در ش سال عمرش همه فرصت ها برای این مساعد بوده خیلی فرصت تحصیلی خوبی برایش مساعد بوده وقت داشته قدرت داشته درک و فهم داشته احساس داشته ولیکن استفاده نکرده تنبلی کرده نرفته درس بخانه پیش یک استاز زانو خم نکرده که تا درس بخانه یا که بر غرور و عجبش او را نگذاشته یا نادانی و جهالتش او را نگذاشته یا از اون اندیشه ای که الله برایش داده استفاده نکرده بعد میگوید تقدیر و سرنوشت ما همین بود این نادرست است عزیزان یعنی میگه فیصله الله همین بود که ما باید بی ثبات باشیم فیصله الله این بود که ما باید عقب مانده باشیم فیصله الله این بود که یعنی ما باید تلاش نکنیم خیر این نادرست است یا واژه دوم واژه دارم به نام قناعت یا کسی هیچ کار نمی کند تلاش نمی کند زحمت نمیکشد. شب و روز نشسته مفتخوری می کند یا منتظر است که تا دیگران دست خود را به جیب, جیب خود بکنند یک چیزی برایش کمک بکنند شب و روز انتظار این را دارد که دیگران دست او را بگیرند و باز میگوید ما قناعت داریم و قانع هستیم و مردم قناعت پیش است در حالی که غافل از این که معنای واقعی قناعت این است که تو تلاش خود را بکن زحمات خود را بکش کار بکن رزق روزی حلال پیدا کن با آن چیزی که الله تبارک به تعالی برایت مقدر کرده از روزی حلال به همان قناعت کن دیگه حرام خوری نکن این میگن قناعت به طور مثال شما در یک جای کار میکنید دور شرافت شما بعض انسان ها این عمل انجام میدن در یک دفتر در یک شرکت در یک وزارت در یک ریاست کار میکنید یک هزار دلار معاش دارید با یک هزار دلار معاش خوب زندگی می توانید بکنید پرده ایتان درست می شود خوب راحت می توانید زندگی کنید ولیکن شما دزدی می کنید سرقت می کنید اختلاس می کنید سوی استفاده می کنید از وزیفه ایتان به خاطر اینکه بیشتر بشود پانزه صد دلار باید جور بشود در یک ماه این را می گوین غیر قناعت قناعت یعنی به همون معاشی که داری قناعت کن تو وظیفه خود را انجام بدی به قناعت بکن میگن قناعت اما اضافه تر از آن سوی استفاده کردن و حرام خوری و سرقت دیگر و دیگه و دیگه ایره میگن قناعت نیست ایره میگن حرام خوردن ایره میگن خیانت ایره میگن جفا در حق ملت در حق صاحب کار قناعت نیست استفاده ما از قناعت ما درست است توکل تو حرکت بکن تکیه به الله داشته باش و با بر با الله توکل بکن الله تو را کامیاب میسازد ولیکن در خانه خود نشسته جنایت میکنه حرام خوری میکنه باز میگه ما قناعت داریم باز میگه ما تقدیر الهی بود باز میگه بر الله توکل کردیم یعنی علت غباندگی مسلمان ها مستشرقین میگن سه چیز است یک استفاده سو از واژه قناعت استفاده سو از واژه تقدیر استفاده نادرست از واژه توکل حقیقتاً در زندگی بسیار از با مسلمان ها این مشاهده میشه تا برنامه دیگر که در خدمت شما قرار می گیریم همه شما را به الله پاک و بی نیاز می سپاریم السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته